توی فیلم لج و لج بازی، رحمت با بازی نصرت الله وحدت راننده است و همسرش عفت با بازی ژاله کریمی با کارش مخالفه. این مخالفت هم کارشون رو به دعوا میکشونه تا اینکه داشقلام برادر عفت آشتیشون میده. رحمت رانندگی یه زن جوون به اسم فیروزه رو قبول میکنه و صمدم با خبرچینیاش از نو رابطه این زن و شوهر رو به هم میزنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. غلام که اونم نگاهش میکنه. فهمیدی؟ نفهمیدم. شما دو نفر چی دارین به هم میگون؟ هیچ چی داش غلام، ذکر خیره دز. ته؟ بازم ذکر خیری منه؟ آره به مرگ تو افت داره قول و صدقه من میره، منم دارم پیش مرگش میشم. ذکر خیره تو به ازش. باری کلا من وقتی عشق علاقه رو میبینم اما حوث میکنم بعد از اون زنی مرحومی خدا بیامرزم یه جفت زن دیگه بستونم. ای شالا داشت غلام، خداحافظ. به افا آبجی ده همیت نده که همش دروغ آب نبنید. آبجی جون صلاح نیست بعد از هفت سال شوی داری با هم اینطور رفتار بکنین دا. آخه داداش نمیدونی تو قبل از اومدن تو چه بلایی به سر من آورده. تمام این بشقابا رو تو سر من شکونده، هر چی که دلش خواسته پشت سر تو فوش داده. پس چرا زودتر نگفتی تو با این چاقو زامندار گوش و دماغشو ببرم بذارم کف دستش؟ رحمتی شوری تو هنوز عقلش قد نمیده که داش خلوم برادر زنش چه آدمی تقص و بیکلهیه. رحمتی میگفت اگه داش قلومت بیاد اینجا سیبیلشو دود میدم. سیبیلای منو دود میده؟ آره میگه سیبیلا من اسپند است که دود میده. الان ها ریش میکنم. کجا داری میری؟ هیچ جا، میخوام پرتغالمو پوست بکنم. سر کله میزنه. خب منم سر کله میزنم، منتها با بدبختی، با زندگی، با دردی به درمون. به خدا اگه به خاطر به چام نمود یه قدم شهر پاهم بیرون نمیذاشتم. ببینم این خانم خیلی عجله داره. آره میگفت یه موضوع حیاتیه. خب اگه حیاته به معاملات ملکی رو جو کنه. بیا بگی برو آقا رحمت، شوخی هم نکن، هم پولش خوبه هم مسافرش. نه برای پولش میرم نه مسافرش، برای دیدن اصفهان شهر خودم میرم. بده بینم. فیلم بدنام که تو سال 1350 ساخته شده از این قراره که توی محل بدری رو به اسم دکتر صدا میکنن و فکر میکنن پرست داره. اما واقعیت اینه که بدری هر شب توی میخونه رقاصی میکنه. بدری با پسری به اسم مرتضی آشنا میشه، عاشق همدیگه میشن و قرار ازدواج میذارن. اما کار بدری و گذشته مرتضی مانع این ازدواجه. بخشایی از فیلم بدنام رو با هم تماشا میکنیم. خدا که آدم مات از این مردم این دور زمونه. شروع قیافش ببرد ناخره ننگ محل و محله است. سلام خانم جان. سلام و دار فیلم گذر اکبر که تو سال 1351 ساخته شده راجب اکبره که بعد از اتمام دوره تبعیدش برای عروسی برادرش به تهران میاد. اما وقتی به مقصد میرسه متوجه میشه مردی که به همسر برادرش علاقه داشته برادر رو به قتل رسونده. بخشایی از فیلم گذر اکبر رو با هم تماشا میکنیم. کیش به جون گرفته؟ کی به تو گفت بیا اینجا؟ ای
ورتری در جاقت بود رفتی پر اون زنی که وایستدی؟ زرین تاج خانم جون، پاری از مردم حیا رو خوردن و آبرورم قی کردن. کوچب خانم جون، اینا همش علامت ظهوره. اون خدا بیامرز کجاست تا ببینه چه آبرویی ازش بردن. خاک بر سر همچی زنا بکنن، آبروی مجزن نجیبم بردن. مگه تو نمیدونی باجی؟ خاطرهای اکبر شده، سرخور جوون مردم، نه از بنده خجالت میشن نه از خدا. ما خدا بدون، خدا بدون. میدونی چیه زرین تو چانه میرو اکبر؟ دوتایی تو گذر ننگ بالا آوردن، در دیگه چشماششون میده که چی کاره، شرمش نمیا. فیلم سینمایی سالار مردان که تو سال 1347 ساخته شده، از این قراره که مردی با رقاصه کاباره آشنا میشه و به اون علاقه‌مند میشه. برادر جوونش از سفر بر میگرده و عاشق دخترموش میشه، دخترمویی که برای برادر بزرگتر در نظر گرفته شده بوده. طی اتفاقایی این دو نفر از هم دور میشن تا زمانی که مشکلات حل شده و هر دوشون به محبوبشون میرسن. بخشایی از فیلم سالار مردان رو با هم تماشا میکنیم. سلام علیکم چاکرم. سلام استاد خان. سلام پری خانم چاکرم. کجا داری میری؟ اینی چه کار میکنه؟ تو داخل معمولات نشو بسن. یه ملقه آب گوشتم اضافه بگی منم هستم. چش پری خانم. خب حالا مادر چی میگی؟ واسه صدا در نیار. کیه؟ حتما ابرامه. سلام ننه. سلام. پری. این پری یکی اون دخترای ناز مادر. آره. ببینم ننه، ننه کشو داری میری؟ واسه با من آبرو دارم جلوی دختره، سب کچه رو ترش کرد. به تو میگم نرو، الان همه چی رو استد میگم. لازم نیست چیزی بگی، دیروز زور گذاشتی رفتی، حالا کله سهر اصلا توفا آوردی. باری کلا، اون از شب عروسی، اینم از حالات دختره رو همینجور نشوندی و رفتی؟ داد نزدم مادر، سب کن فدا چم. تو میخوای زور زوره که یکی رو بریشو من به منه که اصلا ستارش با من جور نی. زری غلیکم 20 ساله من کوچکتره مادر. اگه زری ستارش با تو جور نیست، این دخترم ستارش با خانواده من جور نیست. سب کن ننه قربونت قد بالات برم، من و این پری خانم چند ساله که همدیگر رو میشناسیم، افقامونم با هم یکه. از اون گذشته ابرامت به این تفریق قول داده مادر، حالت میشه؟ تو که دوست نداری نوکرت بزنه زیر قولش، داری تو که منو میشناسی مادر جون؟ هر کسی یه قسمتی داره. آره نوکرتم قسمت مامی پری خانومه. حالا اگه میخوای پسرتو دوماد کنی، آستینتو بزن بالا، بگو یا هم ده بگو دیگه. اگه قوله که بزرگم قول داری، مگه اون تفریه سر خونجه ای عرف نشوندی؟ حالا دست یه دختر که معلوم نیست بابا ننش چیه گرفتی و واردی تو خونه که عروس مادرت بشه؟ باری کلا چشمم روشن، آدم با این چشمای کتوری چشمای گنده گنده میبینه. نه نه مامی فیلم زیر بازارچه با بازی پوری بنایی و منوچهر وسوق محصول سال 1350. دو خواهر قهوه خونه ای رو اداره می کنن تا اینکه جوونی وارد زندگیشون میشه. خواهر بزرگتر به جوون علاقه‌مند میشه و رابطه عاشقانه ای اتفاق میفته. مرد به سفر میره تا عروسی با دختر مورد علاقش رو تدارک ببینه، اما وقتی که برمیگرده دختر رو پیدا نمیکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چی شد؟ من که دارم دیوونه میشم، تو رو خدا یه چیزی بگی. من از نهرم چیزی بگیم، علی آقا خودشون واسه تو میگم. گلی؟ سلام علی. گلی خانم اینجاست؟ گلی خانم؟ آخ ماما این چه خفندیده. برای چی میخندی؟ آخی شما گلی جون بهتر میدونیم. چی رو میدونم؟ که با اکبر آقا رفته گدر. درست حرف بزن احمق. اصلا به من چه مربوطه؟ نه یه دقیقه سب کن. آه. 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 بیا
حالا بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که نیفتاده. گلی خانوم به اکبر آقا گفت من گلم خیلی گرفته، یکی با ماشینت منو ببر بیرون بگردون. بله اکبر آقام بردش باغ نیاورون که گلش باز بشه. زهره خانم کجاست؟ شد رفته خیابون، هنوز بر نگشته. اونا حلال زادش اومدش، خودشی نگاه کن. سلام علی آقا. چه عجب، بفرمی. خیلی متشکرم. ببینم شما این جریانو میدونی؟ کدوم جریان؟ که اکبر و گلی رفتن باغ نیاورون. نه من نمیدونم، کی به شما؟ من بهش گفتم، من خودم با گوشای خودم شنیدم که گلی خانم با اکبر آقا گفت منو ببر گردش. توف لجنه کسافت، حیف شما نیست که میخوایی همچین زنیو بگیری؟ شما